سلام دوستان، با آموزش نگارش علمی توسط مهرافزار مایکروسافت ورد در خدمتتون هستیم. خب راستش بخواید دیگه نگارشات علمی تموم شدش تو این قسمت، بیشتر توی امکانات که مایکروسافت ورد در اختیار اون قرار داده یکم میخوایم صحبت کنیم. توی این بخش میخوایم نحوه ایمیلی زدن و نامه نوشتن رو توی نرم افزار مایکروسافت ورد با هم دیگه داشته باشیم. همونطور که میدونین توی این تب هایی که مایکروسافت ورد در اختیارمون قرار داده یه قسمت هست به نام میلینگز، واسه نحوه ارسال نامه هستش. در ابتدا وقتی که یه فایل ورد رو باز میکنین، بذارین من یه توضیح کلی بدم. من از این بخش میتونم دو جور استفاده کنم که استفاده اصلیش واسه ارسال ایمیل به افراد مختلف هستش. من میتونم یک نامه ای رو بنویسم اینجا، یک ایمیلی رو بنویسم و تعریف کنم واسه یک سری اشخاص خاص، حالا میتونم این اشخاص رو تعریف کنم هستیم، این ایمیل ارسال بشه به همراه تغییری که داشته باشه. مثلا نام واحدی که میخوام واسش بفرستم تغییر کنه، عنوانش تغییر بکنه، نام مدیر تغییر بکنه، حتی شماره نامه ها، هر چیزی رو میتونم به صورت متفاوت به اشخاص متفاوت ارسال کنم. خب حالا تو این جلسه با هم دیگه میبینیم یه مقدار و کمی با این تب آشنا میشیم. من اگه یه فایل ورد خام رو باز کنم، خب تو این فایل ورد من میتونم یک تمپلیتی یه چیزی بنویسم با سلام و احترام آقای فلانی، خواهشمند است پاسخ دهید. خب حالا درستش میکنم، مثلا تا همو هستم میکنم. خب این آقای فلانی، خب من اینو میخوام واسه اشخاص متفاوت بفرستم این ایمیل رو. این آقای فلانی که اینجا میبینین تغییر میکنه، خب و من به ازای اشخاص متفاوت باید اسم متفاوت بنویسم. به طور مثال آقای آرمین کشاورزی یه ایمیل بفرستم، بعد اینو پاک کنم مثلا آرش کشاورزی، دوباره یه ایمیل بفرستم، بعد اینو پاک کنم علی بحر، یه ایمیل دیگه بفرستم. خب من نمیخوام هر دفعه اسامی رو اینجا تایپ کنم، میخوام یه لیستی داشته باشم که این اسامی رو از روم بخونه. اوکی، برای این کار من میام تو قسمت میلینگ سلکت رسیپیز، خب میتونم یک لیست جدید رو تایپ کنم اینجا. خب یه نیو انتری میزنم، بخشید تایتل میذارم. حالا این فیلدهایی هست که پیش فرض داره به من چی ورد میده، مثلا حالا تایتل می نویسم، هر چیزی مثلا اسم هستم می نویسم اینجا. خب بهتر که بر اساس اصولش باشه. خب بعد میام اینجا مثلا آرش کشاورزی، بعد یه نیو انتری میزنم علی بهرام. خب بعد ایمیل آدرسشون، حالا اینجا بگردیم، آره این آخرش مثلا ایمیل آدرسشون هم هست، حالا تو جای خودش می‌نویسن مثلا ai_kishavarzi@yahoo.com. من اینو از خودم ساختم، این ملحه واقعی نیستم، ai_kishavarzi@yahoo.com. خب و توی آخری هم مثلا ai_bahrami@yahoo.com. خب ایمیلاشون هم وارد میکنم و هر چیزی که میخوام تو اینجا تغییرات داشته باشه. شاید آدرس های متفاوت میخوام بفرستم، اسم اول و دومشون میخوام متفاوت باشه و غیره. خب میتونم حتی کاستومایز کالمز بزنم و کالمز های مختلف رو اینجا دلیت کنم، اد کنم. مثلا یه کالمز میخوام جدید داشته باشه به نام نام فارسی، اصلا نام و مثلا واحد. خب میخوام یه دونه فیلد به خصوص داشته باشم اینجا، اوکی میکنم، واحد اینجا میاد، اصلا واحد منابع انسانی هر چیزی. خب واحد خرید، چه میدونم، هر واحد تحقیقات. خب واحدهای مختلف اینجا دارم. اینو که اوکی کنم لیست من ساخته شده. خب سورسشو میگه به چه صورت میخوای سیو کنی. من همین مثلا حالا یه جا سیو میکنم، اینجا سیو میکنمش، میسم لیست، اسمشو تعریف میکنم، سیو میکنم. لیست من الان آماده شد به صورت یک فایل
چیز بودش، MDB بودش تا اونجایی که دیدیم. خب حالا توی این فایل وردم که داشتیم، من میخوام من اینجا تایپ کرده بودم، چون دوتا ورد تایپ کرده بودم الان توی این قسمت رفته شده. خب حالا بر اساس این لیست این جدیده رو باز میکنم، سلکت رو میزنم، میگم اوکی، حالا اگر فقط همین فایل ورد باز بودش رو همین میخوندش، چون دوتا بود اونو اصلی گرفتش رو میخوند. حالا میگم نه، من یه دونه اگزیستین دارم، میخوام از همین اگزیستین که توی MDB به صورت اکسس حالا سیف کرده اینو اوپن کن. خب میتونم حتی اکسل داشته باشم، حالا بهتون نشون میدم. خب حالا اینجا میام میگم آقای فلانی، مثلا اینجا میخوام بنویسم آقای فلانی. خب این فلانی رو میام اینجا توی insert match field که رفته خونده، ناکنه تمام اون تایتل ها رو خونده. خب من یادتون باشه اسم تو تایتل گذاشته بودم، تایتل رو میذارم، مثلا می‌نویسم مدیره، مثلا اونجا هم واحد رو گذاشته بودم دیگه، واحد فلان. خب خواهش مند از پاسخ دهید، حالا هر چیز با سپاس. الان میخوام ببینم که این تایتل اینا یک پلیس هولدرن، یک فیلد هستن که پیش فرض قرار داده. اگه پریویو رو بزنم، اولین شخص آرمین کشاورزی بود که واحدش رو نتونست بخونه. خب میام تو اینجا میبینم چرا واحد رو نتونست بخونه، واحدو که اد کردم واسه این شخص خالی بودش، میبینین. خب من میخوام اینو ادیت کنم، اینجا الان نمیتونم ادیت کنم، درسته؟ اینو اوکی میکنم، اینو میزنم ادیت. در حال حاضر میگه توسط این در داره استفاده، من اینو میبندم اصلا، این خیلی دیگه ازتم کردش. اوکی میکنم، میبندم، don't save هم میکنم. خب الان دیگه باید بتونم ادیت کنم، ادیت میکنم، باز میکنم، اینو میبینم اصلا واحد منابع اینتر زده بودم نفهمیده بودش. خب اوکی میکنم، yes change میخوام باشه، اوکی میکنم. حالا واحد منابع انسانی هم داره به من نشون میده، توی پریویو هستم. واسه آقای آرش کشاورزی واحده خرید، واسه بعدی هم همینطور. خب همه رو داره نشون میده. الان نامه من آماده شدهش، من میتونم همین اینجا تک تک داکیومنت ها رو ادیت کنم که آخرش نشون میدم. میتونم سند ایمیل کنم، میگم به کی بره. خب ایمیلشون رو یادتونه زده بودم، ایمیل آدرس رو انتخاب میکنم، سابجکت لاین میسم پیگیری کارها بذارم. خب و میگم به همه بره. وقتی که اینو اوکی کنم، شروع میکنه به ارسال کردن ایمیل. از چه طریقی؟ من اینجا یه آتلوک دارم. خب این آتلوک هم رو توی قسمت بذارم بهتون نشون بدم. خب کنترل پنل اگه بریم، یه قسمت داره میل. خب این قسمت میل رو اگه ایمیل اکانتس بریم، مالا من تعریف شده واسه شرکتیه که کار میکنم، ایمیل اکانتس بریم، یه دونه دیفالت ایمیل واسهش تعریف کردم. بر اساس اون دیفالت ایمیل دقیقا اینا رو شروع میکنه به ارسال کردن به تک تک افرادی که من اونجا ایمیلش رو مشخص کردم، یعنی واسه آقای بهرامی، به خود آقای بهرامی که ایمیلش رو مشخص کردن میره، واسه آرش به خودمون آرش میره. خب و خب خیلی کار ما رو ساده میکنه. فکر کنیم من 20 تا واحد دارم، میخوام به همشون ایمیل بزنم که آقا این کار رو پیگیری کنین. حالا چه کاریش هم حتی میتونم تو اون لیستم تعریف کنم، آقا مثلا واحد منابع انسانی این کار رو پیگیری کنه، این کار رو تو اون لیستم تعریف میکنم و پلیس هولدر میذارم و همه رو اینجا مینویسه. خب من یه دونه مورد رو واسه تون آماده کرده بودم اگه خاطرتون باشه. خب وقتی که اینو اوپن میکنم، این میاد میگه آقا من میخوام یه اسکیول کامنت ران کنم که از شیت یک خونده، چون من از اکسل خونده بودم. میخوای ادامه بدی؟
یس میکنم و آپدیت میکنه و بر اساس اون لیست خودشون. من اومدم یه دونه ایمیل ساختم قبلا، گفتم مثلا این ایمیل هم حالت ساده بود، کلی بود، مدیریت محترم میخوام اینجا نام واحد قرار بگیره، عنوان قرار دادم واسه اینکه نمیدونستم زن هستن یا مرد هستن، واسه مردها میخواستم مثلا جناب آقای فلانی نام مدیر رو بذارم، واسه خانم ها میخواستم بذارم سرکار خانم های فلانی. خب با سلام احترام، لطفا این بر اساس این فرم پروپوزال رو واسه دانشجویان که به پیوست هستش بررسی کنید و جواب بدین. یادتون یه فرم پروپوزال تهیه کرده بودیم، میخواستم اون ایمیل کنم. خب میام تو قسمت میلینگ، نا کنیم من سلکتمو یادتون باشه تغییر کرده بود، ادیت بزنم از این لیست اکسل، آره چون سیو نکرده بودم از یه اکسل خوندم. چی کار کردم؟ اومدم یه اکسل در آوردم، یه اکسل ساده باز کردم. خب آنو تو باز کنه. خب یه اکسل باز کردم و شروع کردم، مثلا گفتم نام، عنوان نوشتم اونجا و مثلا نام نوشتم و مثلا واحد نوشتم و ایمیلش رو نوشتم. خب که الان اون اکسل رو با هم میبینیم و سیف کردم اون اکسل رو که بزنیم بازش کنم وسط اون اینا. اینجا سیفش کردم به نام لیست. خب به جای اینکه اکسس باشه یه دونه اکسل خودم اومدم نوشتم. تو اکسل ما خیلی راحت میتونیم چیز کنیم دیگه. این چرا اینو زد؟ میگه آقا این داره با اون داکیومنت توسط اون خونده میشه و ادیت میتونه بکنتش، به خاطر همین تو فقط رید اونلی دسترسی داشته باش و این داری. خب من گفتم این فیلدا رو اومدم دروردم، پیج لایوت هم کردم راستشین که واسه فارسی زبان ها راحت تر باشه. عنوان نوشتم مثلا واسه اونایی که مرد هستن جناب آقایه نوشتم، واسه خانم ها سرکار خانم نوشتم، نام واحدش رو نوشتم و آدرس ایمیلی که قراره بگیره اینا رو هم از خودم ساختم و اینجا نوشتم و اینو سیوش کردم و بستمش. خب تو همون جایی که دیدین سیو کردم و بستمش. اینجا گفت ویدیو اون دیگه نمیتونه سیو کنه، میگه یه چیز دیگه سیو کن، من سیو نمیکنم. خب بعد که اینو بستم اومدم تو فایل وردم، select recipient رو زدم، use an existing list. دیدین که اونجا هم این کار رو کردم، اومد پیش فرض تو همین قسمت. خب من رفتم اونجایی که فایلم رو سیو کرده بودم توی فولدری که قرار دادم. خب اینجا این لیست رو اوپن کردم، خب که قبلا هم اوپن کردم. وقتی که اینو اوپن میکنم یه کدوم شیت رو میخوای بخونی؟ من میگم فقط یه شیت دارم اینجا، شیت یک. حالا چند تا شیت داشته باشم اون شیت رو میتونم انتخاب کنم و اوکی میکنم. وقتی که این کاری کردم این فیلد ها اینجا شناخته شده خب و میتونم ازشون استفاده کنم. و بعد اومدم اینا رو مثلا پاک میکنم، اینا رو بر اساس اون چیزی که هست میذارم. اینطوری بود، گفتم مدیریت محترم insert merge field کدوم واحد، مدیریت محترم واحد فلان، جناب آقای یا سرکار خانم، عنوان تعریف کرده بودم اینجا. خب فاصله نام مدیر. خب بعد اومدم دیگه چیزی دیگه نوشتم اینجا، آره اینا رو نوشتم و میخواستم این واسه همه بره که گفتم اینجا send email میزنم. اما خب فرض کن اصلا من این امکان رو میتونم واسه مواردی که حتی ایمیل هم نیست استفاده کنم، میخوام یه چیزی داشته باشم واسه اشخاص مختلف تکرار بشه، اینو خاطرتون باشه. پریویو میزنم میتونم ببینم چه مواردی هست. چهار نفر رو تعریف کردم، چهار تا بود تو، چهار تا ریکورد بود تو لیستم، به ازای افراد مختلف میبینم، از پریویو ورش میدارم. یه کار قشنگی دیگه هم هست، ادیت ایندیویدوال داکیومنت رو اگه بزنم روی آل باشه، یا کورنت ریکورد داره یا فرام از یک تا ده داره، مثلا لیستم بزرگه نمیخوام همه رو باشه، ولی اگه آل رو بزنم اوکی کنم یه فایل ورد جدید باز میکنه واسه من. ناکنین این فایل ورد اولیه من هست که ایمیل میخواستم بزنم، این فایل ورد جدید رو واسه من باز میکنه و ریکورد ها رو به ترتیب تو یک صفحه واسه من میندازه. مثلا این واسه آقای آرش کشاورزی بود، صفحه بعد واسه آقای بهرامی، صفحه بعد واسه خانم یاسمن کشاورزی و صفحه آخرم واسه پویا احمدی. خب اینجا تو یک صفحه ورد میذاره و یه ورد معمولی هستش، من میتونم اینا رو ادیت کنم.
بعد کپی پیس کنم مثلا ایمیل کنم یا سیو از پی دی اف کنم، هر سفر جدا جدا پی دی اف بگیرم و غیره. خب اما اتچ نداشتش متاسفانه، نمیتونستم اون فایل پروپوزالم رو اتچ کنم اینجا. خب اینم یادمون باشه. اینم قسمت ایمیلینگ هستش که خیلی واسه مواردی که تکرار میشه کمک کننده هست. من خیلی وقتا یه فرمی رو دارم که فقط اسم عوض میشه، میتونم این اسم ها رو بگیرم توی یه فایل اکسل سیو کنم و بعد تو اینجا بخونم و به ازای هر کدوم یکی یه داکیومنت در بیارم و امیدوارم که ازش استفاده بتونیم بکنیم و خیلی مفید هست، مخصوصا اینکه من حتی میتونم به افراد مختلف ایمیل بزنم بدون اینکه برم تک تک تایپ کنم. اگر اونجا توی کنترل پنلتون توی میل ایمیلتون رو مثلا تعریف کرده باشین، خیلی راحت میتونین به افراد مختلف با یک بار نوشتن به 100 نفر ایمیل بزنین. ممنونم از توجهی که داشتین، امیدوارم موفق و پیروز باشین و مفید واقع شده باشه براتون. خدا نگهدار.